عامل پنجم بود. عامل پنجم تقریبا میشه گفت عامل مصنوعی یا انسانیه، ولی باز هم بسته به شرایط طبیعی داره. اینجا سطح زمینه، این هم کتله ساختار طبقاتیه، اینجا یک ماده معدنیه، مثلا مس باشه، آهن باشه، یک معدن، زغال باشه. اینجا میگم سوفای عمودی میکنم، سوفای افقی میکنم، این کتله میکنم بالا، کتله میکنم بالا، باز میگم این میکنم بالا، به این ترتیب این تمام میشه. اینها خلیگاه میمونه، اینها خلیگاه های داخل از اینها ای تو پایه ها میدن که این محکم شه. معدن متروکه میشه، بعد چند سال این پایه ها ضعف نشون بده، ضعف نشون بده، نشست صورت میگه. بسته به حجم کتله معدنی که اینجا کنده میشه به این بتاس دلوش انفجار، بسته به بزرگی و حجم حفرات که کنده میشه و بسته به طاقت این طبقات ممکن نشست های صورت بگیره و زلزله اتفاق بیفته. به همین خاطر در بحث امکان سنجی معادن در حوزه هایی که ریسک داشته باشه که همه دقت صورت بگیره. مثلا شما فکر کنید اگر زیر مسجد جامع شرید، زیر هر یک مخزن مواد مفید باشه، اگر زغال سنگ باشه ما میگیم بدید از در سبزک داریم، هیچی در زگیفتش. اما اگر زیر از این لیتیوم باشه چه کار باید بکنه؟ اگر بکشیم نشست میکنه، اگر نکشیم منافع ملی اینجا تامین نمیشه. بنابراین اینجا میگن شما یک گرم که اینجا مواد میکشیم، یک گرم پس کن کده یا موادی که خود بتونه پس مستحکم کنه، پس بگر به جا از جا به جا کنه. هرچند که این پروسه انتقال از او و تزریق از او سخته، ولی مقاطع از او باز بالاست. روی از این اساس این معادل میتونه ببینیم فشارهایی که این تونل ها اینجا ایجاد میکنه کم کم باعث ایجاد نشست میشه، ممکنه که باعث ایجاد زلزله بشه. بریم بحث بعدی.